انتقال نوریزاد از عملکرد لباس شخصی ها در 19 نامه به رهبری. عناوین مهمترین خبرها: قطع گازوئیل سلول های سرد در زندان اوین، انتقاد موسوی تبریزی از گزارش محفلی کمیسیون اصل 90، حاج میر عباس موسوی عموی بزرگ میر حسین موسوی دار فانی را وداع گفت. انتقاد نوریزاد از عملکرد لباس شخصی ها، رهبری موضع‌گیری کند. محمد نوریزاد نویسنده و مستندساز در 19 نامه خود به رهبری از عملکرد دستگاه های تحت فرمان رهبری و اقدامات لباس شخصی ها به شدت انتقاد کرده و خواستار واکنش و مسئولیت پذیری رهبری در این مسئله شده است. این مستندساز در آخرین نامه خود مسئولیت های رهبری را مورد اشاره قرار داده و نوشته است: اگر رهبر شدن آسان باشد، رهبر ماندن حتما به فرسودن می انجامد. او تصریح دارد که همه اتفاقاتی که در جامعه می افتد با مسئولیت مستقیم رهبری است، مگر اینکه وی از آن تبری جوید. به گزارش وبسایت آقای نوریزاد، وی می افزاید: از آن روز تا کنون امضای شما پای هر اخم و لبخند و حادثه نشسته است و این امضاها نه تنها در آن دنیا که در همین دنیا شما را به عرصه مطالبه فرا می خواند. مگر اینکه شما از ظهور خطاها و آسیبها و فاجعه ها براحت بجویید و به همگان خبر دهید، نقش من در این فاجعه ها هیچ است. محمد نوریزاد با مروری بر عملکرد لباس شخصی ها طی این سالها می نویسد: در این سالها آنچه که از رفتار مستمر این اختراع به جان جامعه ما فرو شده، رواج بد اخلاقی و بیقانونی بیدر و پیکر است. شما یک بار تا کنون آیا بر این اختراع نامیمون برآشفته اید؟ وی تاکید کرده: بله، شما تا کنون به رفتار این دستگاه اختراعی ما اعتراضی نیز نفرموده اید. بدیهی است که این دستگاه روشن شدن موتورش را مدیون شخص شما بداند و به کمتر از خود شما نیز روی خوش نشان ندهد. وگرنه چرا نباید دستگاه قضایی ما حریف آن سردار و امام جمعه و جوانک فحاشی شود که با خروج از تعادل روانی همه کائنات را با شخص شما می سنجند و چرخش هستی را نیز مدیون تایید جناب شما می دانند. در ادامه با انتقاد به بدعت‌های ایجاد شده طی سال‌های اخیر، آقای نوریزاد به مسئله سردار علایی و اهانت‌ها و هتاکی‌ها اشاره نموده و می‌افزاید: به اسم شما می‌زند، به اسم شما تخریب می‌کند و به اسم شما از دیوار مردم بالا می‌رود و حتی به اسم شما می‌کشد. رنج مضاعف 8000 زندانی اوین، قطع گازوئیل، سلول‌های سرد و بیماری‌های طاقت فرسا. این روزها زندانیان محبوس در بازداشتگاه اوین به دلیل تمام شدن ذخیره گازوئیل این زندان و سرمای شدید حاکم بر این مکان در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند. بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، کار نکردن همه وسایل گرمازای زندان اوین به دلیل تمام شدن ذخیره گازوئیل، این مکان را در چند روز گذشته به جایی غیر قابل تحمل برای زندگی زندانیان آن تبدیل کرده است. زندانیان در چند روز گذشته با آب سرد حمام کردند. بازداشتگاه اوین که در دره اوین در شمال تهران واقع شده است، به طور طبیعی همیشه از دیگر نقاط تهران آب و هوای سردتری دارد که این تفاوت دما در فصل زمستان بیشتر هم شده و همیشه خانواده‌های زندانیان با توجه به این مسئله و نبود امکانات کافی برای زندانیان نگران وضعیت آنها هستند. بند 350 که یک زیرزمین در زندان اوین است، این روزها به دو بخش بند مردان و زنان تقسیم شده است. این بند تنها با 4 سرویس بهداشتی در شرایط عادی هم شرایط بسیار نامناسبی دارد و امکانات آن هرگز پاسخگوی 180 زندانی محبوس در آن که بیشتر آنان از زندانیان حوادث پس از انتخابات هستند نیست. در انتهای این بند یک سالن بدون هر گونه امکانات و حتی سالن هواخوری وجود دارد که زندانیان سیاسی زن در آن نگهداری می شوند. بیش از 30 زندانی سیاسی زن در شرایطی در این بند نگهداری می شوند که حتی امکاناتشان برای نگهداری 10 نفر هم مناسب نیست. نسرین ستوده، بهاره هدایت، ژیلا کرمزاده، مهدیه گلرو و عاطفه نووی از جمله زندانیان محبوس در این بند هستند. این شرایط دشوار برای زندانیان بند 209 وزارت اطلاعات و 2 الف سپاه حتی دشوارتر هم هست، چرا که این بندها اساساً بازداشتگاه‌های غیرقانونی هستند که بدون نظارت نهادهای قضایی در کشور زندانیان را در هر شرایطی نگهداری می‌کنند و هیچ مقام مسئولی نیز
حق بازدید از این بازداشتگاه های غیر قانونی را ندارد. در این دو بند زندانیانی همچون بهزاد نبوی، عبدالله رمضانزاده، عبدالفتاح سلطانی و کوهیار گودرزی و همچنین تعداد زیادی از فعالان سیاسی و دانشجویی نگهداری می شوند. همچنین زندانیان تازه بازداشت شده مانند پرستو دوکوهکی، سهام بورقانی و مرضیه رسولی، آرش صادقی و سایر زندانیان نیز به همین دو بند منتقل شدند. انتقاد موسوی تبریزی از گزارش محفلی کمیسیون اصل 90. واکنش ها به گزارش محفلی کمیسیون اصل 90 مجلس که در نماز جمعه تهران هم قرائت شده است ادامه دارد. در این میان سید حسین موسوی تبریزی با اشاره به قرائت گزارش محفلی مجلس از تریبون نماز جمعه گفت افرادی که به نماز جمعه می روند برای عبادت و نماز می روند، اما طرح این نوع موضوعات فقط معصیت است. همینطور نمی توان ادعی را متهم کرد و هنوز موضوعی به اثبات نرسیده است از افراد نام برد. وی با بیان اینکه اگر قرار است نام فردی از تریبونی برده شود باید به او فرصت داده شود تا از همان تریبون از خود دفاع کند افزود این موضوع که مورد تاکید امام راحل هم بود، چرا که نماز جمعه یک عبادت است و نباید در آن از اخلاق سیاسی دور شد. این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به این سوال بازتاب که مگر نه آن که نماز جمعه یک نماز عبادی سیاسی است، پس چرا نباید موضوعات سیاسی در آن مطرح شود خاطر نشان کرد؟ من هم مثل شما میگویم نماز جمعه یک نماز عبادی سیاسی است. وقتی گفته می شود سیاست عین دیانت ماست، باید به این امر پایبند بود. چطور می شود نام شخصی که هنوز جرم اصلی او مشخص نیست را آورد؟ مگر شما نام اختلاسگران را می دانستید؟ به طور حتم نه، چون قوه قضاییه به قانون قائل است و تا زمانی که جرم مشخص نشود و فرد تفهیم اتهام نشود و حکم قطعی محکومیت از سوی قضات برایش صادر نشود، نام او برده نمی شود. به رغم اعتراض‌های گسترده به قرائت و تنظیم گزارش محفلی کمیسیون اصل 90 درباره حوادث پس از انتخابات در توجیه سرکوب‌های آن در صحن مجلس، بار دیگر این گزارش به همراه توهین‌ها و تهمت‌های آن از تریبون نماز جمعه تهران قرائت شد. در این گزارش که بارها به مردم و رهبران جنبش سبز و فعالان سیاسی و صنفی متعهد در امور کشورمان افترا زده شده بود و حتی از سوی نمایندگان اصولگرا هم گزارش فدایی نامیده شد، به سید محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی اتهاماتی زده شده است که تا کنون برای هیچ یک نه سندی ارائه شده است و نه دادگاهی تشکیل شده است. سکوت هاشمی یا رفسنجانی در برابر دایه‌های مدعی ظاهرساز. محمد هاشمی در خصوص حمله سازمان یافته به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است اصل مشکل آنها با آقای هاشمی است. او میگوید اگرچه امروز به دلیل اینکه آقای هاشمی تنها شده بیشتر مورد هجم است، اما اگر بخواهم ریشه آن را مطرح کنم، از همان قبل از پیروزی انقلاب یعنی سال 54 به بعد آقای هاشمی همواره برای گروه‌های مختلف هدف بود. حتی سازمان مجاهدین خلق در آن مقطع برنامه ترور ایشان را در دستور کار داشت. آقای هاشمی در ادامه می‌افزاید این دیدگاه وجود داشت که اول اینها را بزنیم و بعد تخریب امام آسان‌تر می‌شود. در طول زمان آقایان بهشتی و با هنر شهید شدند و آقای خامنه‌ای ترور نافرجام شدند. آقای موسوی اردبیلی که به قم رفتند و از فعالیت رسمی فاصله گرفتند و فقط ماند آقای هاشمی. در این سالها نیز همان شیوه بنی صدر در مورد تخریب ایشان به کار گرفته شده است. ممکن است افراد عوض شده باشند، اما مانند بنی صدر میگویند که آقای هاشمی نباید هیچ کجا مسئولیت داشته باشد. وی که با شرق گفتگو میکرد در خصوص تهاجمات سازمان یافته به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و موضع‌گیری و سکوت وی میگوید دلیل اینکه آقای هاشمی این گونه رفتار میکند این است که از اول نهضت و پیروزی انقلاب واقعا نقش مادر را نسبت به نظام داشته است. هر کجا که بین نظام و مسائل خود قرار گرفته آبرو و جان و وقت خود را وقف نظام کرده و آن را مقدم بر مسائل شخصی و خانوادگی و گروهی دانسته است. آقای هاشمی در برابر افراد ظاهرساز مدعی که دایه هستند باید نقش مادر را ایفا کند. محمد هاشمی در خصوص انسداد وبسایت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید جایگاه آقای هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و در رأس سازمانی است که مصلحت نظام را باید تشخیص دهد. این که گفته می شود مطالب سایت آقای هاشمی
عناوین مجرمانه بوده اصلا قابل هضم نیست. چطور می شود کسی که باید شاخص باشد و اینکه مصلحت ببیند امروز چه حرفی زده شود این مسئله را نداند؟ یا فرض کنند خطبه ای که ایشان در نماز جمعه تاریخی بعد از انتخابات خوانده که بارها پخش شده است چرا باید حذف شود؟ ده ها تن از سینماگران و هنرمندان کشور انفجارهای تروریستی را محکوم کردند. به گزارش خبر آنلاین در این بیانیه که بیش از 60 هنرمند امضا کردند آمده است، بنا به دغدغه همیشگی اجتماعی و هنری به مانند همیشه از قدرت جویان و استعمارگرانی که جز به منافع آنی خود با توسل به زور نمی‌اندیشند و نیز تمامی موارد ترور و خشونت اعلام انزجار کرده و شهادت عزیزان در راه اطلاع این کشور، آقایان مصطفی احمدی روشن و داریوش رضایی نژاد و دیگر دانشمندان شهید کشته شده به ناحق در راه علم را به خانواده و فرزندان بزرگوار این بزرگ مردان و نیز تمامی ملل آزاده و صلح طلب جهان و به خصوص ملت بزرگ و مانای ایران عرض تسلیت داریم و همدردی خود را به صمیمانه ترین شکل ابراز می داریم. حاج میر عباس موسوی، عموی بزرگ میر حسین موسوی دارفانی را ودا گفت. وی از بزرگان خاندان موسوی بوده و حالات عرفانی ایشان زبان زده خاص و عام بوده است. به گزارش کلمه، میر حسین موسوی در دوران جوانی هنگامی که از آذربایجان به قصد تحصیل راهی تهران شد، حدود یک سال نزد خانواده میر عباس موسوی زندگی کرد. پیکر این مرحوم فردا ساعت 7 صبح از خیابان مولوی تشییع می شود. اخبار جنبش سبز. مهدی اقبال، زندانی سیاسی محروم از درمان. ممانعت رئیس بهداری اوین از اعزام بیماران سیاسی به بیمارستان. مهدی اقبال، زندانی سیاسی و عضو جبهه مشارکت ایران که در زندان مبتلا به بیماری ستون فقرات و آرتروز گردن شده، با ممانعت مسئولان این زندان جهت اعزام به بیمارستان از درمان محروم مانده است. بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، مهدی اقبال از درد شدید گردن و کمر رنج می‌کشد و به دلیل نبود متخصص ارتوپدی و مغز و اعصاب در اوین، پزشکان بهداری اوین قادر به درمان وی نیستند و تنها به تجویز چند قرص مسکن بسنده کردند. در همین حال، مجید رضازاده رئیس بهداری اوین مانع اعزام او به بیمارستان می‌شود. مجید رضازاده پیش از این نیز از اعزام بسیاری از زندانیان سیاسی برای مداوا به بیمارستان ممانعت به عمل آورده و باعث بروز مشکلات جدی برای آنان شده است. وی در دستوری به پزشکان بهداری اوین اعلام کرده است که از اعلام وضعیت اضطراری برای زندانیان سیاسی خودداری کنند. اعلام وضعیت اضطراری از نظر قانونی مقامات زندان را ملزم به اعزام زندانی به بیمارستان می کند. این در حالی است که بهداری زندان اوین فاقد پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب، اورولوژی، قلب و ارتوپدی است. بهداری اوین همچنین از تجهیزات لازم پزشکی برای رساندن کمک به بیماران در مواقع اضطراری محروم است. مهدی اقبال از زندانیان حامی جنبش سبز در بند 350 اوین است که از سوی قاضی صلواتی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است و از 2 سال و 2 ماه پیش در زندان به سر می برد و از 7 ماه پیش نیز از حق استفاده از مرخصی محروم بوده است. وخامت وضعیت حسین رونقی ملکی و انتقال وی به بیمارستان. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر، بار دیگر به خاطر وخامت حال جسمی از زندان به بیمارستان منتقل و بستری شد. به گزارش خانه حقوق بشر ایران، در طول یک سال گذشته این چندمین بار است که حسین رونقی ملکی به خاطر وضعیت حاد جسمی خود به بیمارستان منتقل و در آنجا بستری می شود. بر اساس این گزارش، حسین رونقی ملکی که روز گذشته به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شده، از ابتدای سال جاری تا کنون 4 بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است. وی نیاز داشت که در محیطی غیر از زندان تحت درمان و نظر مستقیم پزشکان متخصص برای ادامه درمان خود باشد، اما بخش اطلاعات سایبری سپاه پاسداران اجازه استفاده از مرخصی استعلاجی را به وی نمی‌دهد. این گزارش می‌افزاید عدم همکاری حسین رونقی ملکی با بخش اطلاعات سایبری سپاه پاسداران برای قبول اتهامات وارده و مصاحبه تلویزیونی سبب جلوگیری مرخصی و سختگیری‌های مداوم نسبت به این وبلاگ نویس باشد.
اطلاعات سایبری سپاه پاسداران در زمان بازداشت ابتدایی حسین رونقی که نزدیک به 10 ماه را در سلولهای انفرادی بند 2 الف زندان اوین به سر برده بود، بارها از وی خواسته بود که در برابر دوربینهای صدا و سیما آنچه مورد نظر بازجویان است را بیان کند. آنها بارها حسین رونقی را تهدید به صدور حکم اعدام کرده و این وبلاگ نویس مدتها از این نظر در زندان تحت فشار بوده است. این وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر همکنون بیش از 2 سال است که بدون مرخصی در زندان اوین به سر میبرد. وی به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است. حکم جدید امیر خرم مربوط به پرونده سال 80 است. امیر خرم عضو شورای مرکزی نهضت آزادی که نزدیک به 5 ماه است بدون ملاقات حضوری در بند 350 اوین به سر میبرد، تا یه روزهای گذشته به واحد اجرای احکام دادسرای مقدسی اوین فراخوانده و حکم 2 سال حبس تعزیری مربوط به پرونده 80 به وی ابلاغ شده است. یک منبع نزدیک به سید امیر خرم با تایید این خبر به جرس میگوید این همان حکم مربوط به سال 80 است که دایره اجرا به ایشان ابلاغ کرده است. یعنی حکم 4 سالی که در سال 80 برای ایشان صادر شده در دادگاه تجدید نظر شکسته و به 2 سال کاهش یافته است. مسئول دایره اجراییات هم به ایشان گفتند که این 2 سال به 6 سال حکم اضافه شده است. وی در ادامه می افزاید البته ما فکر می کردیم آن حکم مشمول مرور زمان شده باشد، اما می گویند چون 10 سال است از روی آن نگذشته است هنوز به قوت اجرای خود باقی است. وی در ادامه می‌افزاید البته ما فکر می‌کردیم آن حکم مشمول مرور زمان شده باشد، اما می‌گویند چون 10 سال از روی آن نگذشته است هنوز به قوت اجرای خود باقی است. امیر خرم در سال 80 به همراه اعضای نهضت آزادی ایران به صورت موقت بازداشت شد و مدت 135 روز را در سلول انفرادی 59 سپاه گذراند. او بعد از محاکمه غیرعلنی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در شورای مرکزی نهضت آزادی به 4.5 سال زندان تعزیری محکوم گردید. جمعی از نویسندگان و فرهنگیان استان بوشهر، بازداشت حمید معزنی محصول یک سوء تفاهم است. جمعی از نویسندگان، روزنامه نگاران، فرهنگیان و هنرمندان استان بوشهر با ارسال نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان بوشهر از وی و قاضی و یا قضات پرونده ی آقای معزنی درخواست کردند که با لغو قرار بازداشت زمینه آزادی وی را از حبس فراهم کنند. در بخشی از این نامه تشریح شده است که اصل دستگیری و بازداشت آقای معزنی محصول یک سوء تفاهم است، زیرا علت بازداشت ایشان کاریکاتوری است که از جانب شخصی ناشناس به صفحه فیسبوک نامبرده ارسال شده و شاکیان آن را توهین‌آمیز می‌دانند، در حالی که آقای معزنی نه در دریافت کاریکاتور نقشی داشته و نه آن را برای کسی ارسال کرده است. امضا کنندگان این نامه آوردند شما به عنوان رئیس حوزه قضایی استان و نیز سایر قضات شریف استان به فرمان اخلاق انسانی، قانون عادلانه و آیین رحمانی باید پاسدار عدالت و حقوق انسانها و به ویژه مردمان بی پناه بوده و در کسوت مرجع تظلمات و دادخواهی شهروندان از پایمال شدن حقوق آنان جلوگیری کنید. اوایل دی ماه گزارش شد که با ادامه فشارهای دستگاه‌های امنیتی طی هفته‌های اخیر و تبدیل شدن قرار وثیقه به قرار بازداشت، حمید معزنی روزنامه‌نگار و نویسنده بوشهری و عضو شعبه بوشهر سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت بازداشت و راهی زندان شد. حکم 3 سال حبس فرشته شیرازی فعال جنبش زنان و وبلاگ نویس منتقد تایید شد. به گزارش سایت تغییر برای برابری، فرشته شیرازی گفت که بعد از ابلاغ رأی تجدید نظر به مدت 5 روز به او مرخصی دادند که بتواند برای کمر و گردنش به پزشک مراجعه کند. همچنین به او گفتند میتواند با دانشگاه صحبت کند تا اگر دانشگاه موافقت کرد بدون شرکت در کلاس بتواند در امتحانات شرکت کند و در زندان درسش را بخواند. فرشته شیرازی 6 مهر ماه امسال در 2 دادگاه به 3 سال حبس تعزیری و 7 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. اتهامات این فعال حقوق زنان در دادگاه نخست عبارت بوده است از تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب، توهین به مقامات از طریق نوشتن در وبلاگ شخصیش که بدین منظور به 2 سال حبس محکوم شده است. همچنین آمده است در دادگاه دیگری او
به تبلیغ علیه نظام محکوم شده است که بدین منظور هم حد اکثر حکم را یعنی یک سال حبس تعزیری دریافت کرده است. فرشته شیرازی در این دادگاه ها از داشتن وکیل محروم بوده است. اجرای حکم 3 سال حبس مهدی فرحی شاندیز، معلم و فعال کارگری. مهدی فرحی شاندیز از فعالین کارگری اواسط دی ماه سال جاری جهت تحمل 3 سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. به گزارش کمیته هماهنگی اتحادیه‌های کارگری، مهدی فرحی شاندیز، معلم و فعال کارگری که به اتهامات واهی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، از حدود 2 هفته پیش در زندان اوین و در بند 350 محبوس شده است. لازم به یادآوری است که آقای مهدی فرحی شاندیز، معلم حق و تدریسی، تا کنون بارها توسط مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر شده است. اخبار بخش دوم، ابراز نگرانی از ثبت بداخلاقی های مدیران به نام فرهنگ انقلاب اسلامی. ابراز نگرانی بنیاد جهانی انرژی از آلودگی هوای تهران. تظاهرات معترضان سوری برای آزادی زندانیان سیاسی. ابراز نگرانی از ثبت بداخلاقی های مدیران به نام فرهنگ انقلاب اسلامی. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با ابراز تأسف از بداخلاقی‌های رایج در جامعه ابراز نگرانی کرده که این رفتارها به نام فرهنگ انقلاب اسلامی در تاریخ ثبت شود. در این یادداشت با اشاره به اخلاق نبوی و انتقاد از آنچه در جامعه اسلامی وجود دارد آمده است، رشد بداخلاقی در سطوح مدیریتی و کارگزاران دولتی و سرایت آن به بخشی از جامعه که خود را متولی اسلام و نظام می‌داند و هر کس را که اراده کند مورد هجوم و پرخاش قرار می دهد، چنان سری و گسترده و نگران کننده است که اگر هرچه سریع تر تحت کنترل در نیاید، خود را به عنوان اسلام مجسم در تاریخ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رساند و در آن صورت امکان جداسازی آن از دین خدا و پاک و منزه دانستن اسلام از این روش های خلاف برای هیچ کس وجود نخواهد داشت. نویسنده ابراز نگرانی کرده است که این فرهنگ غلط به نام تاریخ انقلاب ثبت شود. وی وظیفه مسئولان و علما و صاحب نظران را در این مهم یادآور شده و می نویسد این جلوگیری در درجه اول از مسئولان نظام برمی آید و البته علمای دین و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی و سخنوران عالم و نویسندگان فاضل وی وظیفه مسئولان و علما و صاحب نظران را در این مهم یادآور شده و می نویسد این جلوگیری در درجه اول از مسئولان نظام برمی آید و البته علمای دین و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی و سخنوران عالم و نویسندگان فاضل نیز در این زمینه باید احساس مسئولیت نمایند. نویسنده با ذکر موارد تاریخی از مدارا و گذشت در رفتارهای پیامبر تاکید کرده است که امروز وظیفه حتمی ما این است که برای ترویج انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به اخلاق نبوی روی آوریم و بداخلاقی ها را از جامعه ریشه کن نماییم. ترور مولوی مصطفی امام جمعه اهل سنت راسک. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که امام جمعه اهل سنت شهر راسک از توابع شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان عصر روز جمعه در یک اقدام تروریستی کشته شد. مولوی مصطفی جنگی‌زهی پیش از این از یک سوء قصد مسلحان جان سالم به در برده بود. پیش فروش سکه متوقف شد. ارز گریبان مسافران را هم گرفت. آشفته بازار ارز گریبان مسافران را هم گرفت و آنان باید هنگام ورود به کشور اظهارنامه ارزی تنظیم کنند. معاون حقوقی گمرک با توجه به تشدید برنامه‌های تنظیم بازار ارز در کشور گفت مسافرانی که هنگام ورود به کشور بیش از 1000 دلار همراه خود دارند می بایستی اظهارنامه ارزی تنظیم کنند. مددی جهرومی معاون حقوقی گمرک تصدیق کرد پر کردن اظهارنامه ارزی به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات احتمالی برای مسافران به هنگام استفاده ارز در بازار و یا خروج مجدد آن از کشور، مشخص شدن منشأ آن و مطلع بودن بانک مرکزی از میزان ارز ورودی به کشور صورت می‌پذیرد. جهرومی تنظیم اظهارنامه ارزی را مربوط به گذشته دانست و گفت
پر کردن اظهارنامه ارزی برای مسافرانی که وارد کشور می شوند از گذشته وجود داشته، اما هم اکنون که برنامه های تنظیم بازار ارز در داخل تشدید شده و محدودیت هایی در خرید و فروش ارز در بازار مطرح شده است، یادآوری و تذکر در این خصوص لازم است. در همین حال پیش فروش سکه بهار آزادی در شعب بانک ملی ایران از صبح امروز متوقف شد و برخی گمان زنی ها از افزایش نرخ پیش فروش توسط بانک مرکزی برای 4 ماه و 6 ماه خبر می دهد. باقری لنکرانی، مواضع علایی و افروق قبلا رفوزهشان کرده بود. باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت قبلی احمدی نژاد در واکنش به سخنان و اتفاقهای اخیر مربوط به عماد افروق و سردار حسین علایی، با این ادعا که افراد این چنینی قبلا در یک صحنه ای رفوزه شدند، آن هم صحنه سال 88 بوده است، اظهار عقیده کرد. هر دو نفری که این هفته یک صحبت های خلاف موازینی کردند، هر دو نفر اینها از کسانی بودند که در جریان فتنه ابتدا همراهی کردند و بعد هم دیدند که مسیر مسیری است که موافق خط مردم نیست، سکوت کردند. به گزارش رجا نیوز، باقری لنکرانی که از وزرای محبوب احمدی نژاد بوده است، با اشاره به انتقاداتی که عماد افروق و سردار علایی طی هفته گذشته داشتند، گفته که هیچ کدامشان کسانی نبودند که در مقابل فتنه در میدان آمده باشند و روشنگری کرده باشند و یا با فتنه مقابله‌ای کرده باشند. وی همچنین با ناقص ارائه کردن اخبار و گزارش‌ها مدعی شده است، هر دو نفر هم که امروز آمدند و اظهار پشیمانی کردند، در این پشیمانی هم یک ذره نگرانی می‌بینید. نیامدند بگویند که ما حرفهایمان اشتباه بود. میگویند نه، ما معتقدیم. این چه اعتقادی به رهبری و ولایت فقیه است که شما یک چنین حرفهایی میزنید، بعد هم از حرف خود عذرخواهی وی همچنین با ناقص ارائه کردن اخبار و گزارش ها مدعی شده است، هر دو نفر هم که امروز آمدند و اظهار پشیمانی کردند، در این پشیمانی هم یک ذره نگرانی میبینید. نیامدند بگویند که ما حرفمان اشتباه بود. میگویند نه، ما معتقدیم. این چه اعتقادی به رهبری و ولایت فقیه است که شما یک چنین حرفهایی میزنید، بعد هم از حرف خودت عذرخواهی نکنی و نگویی من این حرفی که زدم اشتباه بود. به گفته لنکرانی، آن کسانی که دل مؤمنین را خالی میکنند و حرفهای دشمن مشارکتی را بزنند و حرفهایی بزنند که نتیجهش نوعی تردید، ابهام و ناامیدی باشد، معلوم است که اینها در این امتحان رفوزه هستند. حالا هر چقدر که حرفهایشان را شکل علمی و روشنفکری دهند. مرگ تهران حتمی است. ابراز نگرانی بنیاد جهانی انرژی از آلودگی هوای تهران. رئیس بنیانگذار بنیاد جهانی انرژی آلودگی هوای تهران را یک تهدید جدی برای حیات این کلان شهر دانست و تأکید کرد باید هر چه زودتر نسبت به برنامه ریزی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ابعاد مختلف اقدام شود. وی با اعلام اینکه اگر این تعداد خودرو را با خودروهای شخصی که در داخل شهر تردد می‌کنند جمع ببندیم رقم قابل توجهی به دست می‌آید اضافه کرد اینجاست که می‌بینیم هر طرح‌های خوبی هم که در زمینه محدودیت تردد خودروها صورت می‌گیرد با این گونه اتفاقات نتیجه مثبت نخواهد داد و مشکلات از درون و بیرون به تهران فشار می‌آورد. به گزارش فارس، کردوانی آلودگی هوا را مهمترین مشکل زیست محیطی تهران اعلام کرد و گفت خودروها و کارخانه‌ها آلاینده های اصلی هوای این کلان شهر هستند و حل این معضل راهکارهای علمی می خواهد و طرحهای مقطعی ممکن است فقط برای یک دوره کوتاه مشکل را بپوشاند، اما آن را حل نمی کند. وی با هشدار نسبت به آثار و عواقب آلودگی هوای تهران بر روی شهروندان تأکید کرد معضل آلودگی هوا گسترده تر از آن چیزی است که تصور شده و در مورد آن صحبت می شود و باید برنامه ریزی گسترده‌ای در جهت حذف آلاینده ها صورت گیرد. این چهره ماندگار علمی کشور که همزمان با روز هوای پاک سخن می گفت، توجه به توسعه حمل و نقل عمومی را از مهمترین راهکارهای حل معضل زیست محیطی پایتخت دانست و خاطر نشان کرد، همه با هم از مرگ تهران جلوگیری کنیم. روز جمعه هزاران نفر در سوریه در حمایت از انقلابیون زندانی دست به تظاهرات زدند. فعالان ضد حکومتی در سوریه در حمایت از هزاران نفری که ظرف 10 ماه اعتراضات خیابانی اخیر دستگیر شدند، دست به تظاهرات زدند. ماه گذشته سازمان ملل متحد تعداد معترضان زندانی در سوریه را 14,000 نفر ارزیابی کرد، اما فعالان حقوق بشر این تعداد را نزدیک به 40,000 نفر تخمین می‌زنند.
تظاهرات عظیم معترضان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که هیئت ناظران اعزامی اتحادیه عرب مأموریت یک ماهه خود در سوریه را به پایان رساند. به گفته فعالان ضد حکومتی، 7 نفر از معترضان روز جمعه توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. 6 نفر از قربانیان در 2 روستا در شمال غربی کشور به ضرب گلوله از پای در آمدند و جسد یک سرباز روبوده شده نیز در شهر جنوبی به گفته فعالان ضد حکومتی، 7 نفر از معترضان روز جمعه توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. 6 نفر از قربانیان در 2 روستا در شمال غربی کشور به ضرب گلوله از پای در آمدند و جسد یک سرباز روبوده شده نیز در شهر جنوبی درعا پیدا شده است. به گفته شوراهای هماهنگی محلی که اعتراضات را هماهنگی و ثبت می کنند، سرباز کشته شده به مخالفان کمک می کرده است. پیشتر رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که 1 سرتیپ ارتش و 2 مأمور نیروهای امنیتی توسط یک گروه تروریستی در شهر حما در مرکز سوریه کشته شدند. بنا به اعلام شوراهای هماهنگی محلی، سرتیپ مذکور در رکن اطلاعات ارتش فعال بوده و توسط نیروهای تحت امر خود که از دستور او برای شلیک به معترضان سرباز زده بودند به قتل رسیده است. مرگ زندانی کوبایی در پی اعتصاب قضا. دولت کوبا از نحوه عمل کرده خود در ارتباط با یک زندانی سیاسی که روز 5 شنبه در پی یک اعتصاب قضای 2 ماهه درگذشت دفاع کرده است. مقام های کوبا گفتند ویلیام ویلار 7 گذشته از زندان به بیمارستان منتقل شد. آنها گفتند که او تحت مراقبت های پزشکی گسترده قرار گرفته بود. آقای ویلار در ماه نوامبر در جریان یک اعتراض ضد دولتی دستگیر شد. دیگر افرادی که همراه این ناراضی سیاسی دستگیر شده بودند خیلی زود آزاد شدند، اما او به استناد به اتهامی که قبلا در موردش مطرح بود محاکمه شد و به زندان افتاد. دولت امریکا گفته است مرگ ویلیام ویلار بی‌معنی و نشانه دیگری از سرکوب ادامه دار مردم کوبا است. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت که پاسخ این کشور به حامیان تروریست دولتی آزاردهنده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جزایری تاکید کرد که ایران در حال بررسی شیوه‌های مجازات عاملین پشت صحنه ترور مصطفی احمدی روشن است. در ارتباط با واکنش ایران به ترور اخیر یکی از مسئولان نیروگاه هسته‌ای نطنز، با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم که می‌شنوید. آقای حسنیاری، در پی ترور مصطفی احمدی روشن، آقای خامنه‌ای هم تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات عاملین پشت صحنه این ترور هرگز چشم‌پوشی نمی‌کنه. به نظر شما آیا واقعا ممکنه که ایران دست به مقابله به مثل بزنه؟ خب ببینیم بسیاری داره بین که آیا واقعا ایران به این نتیجه رسیده که بعد از تحقیقاتی که انجام شده دقیقا اسرائیل و آمریکا عاملین تروریشون بودن. چون این امری لازمش این هست یک تحقیق جدی صورت گرفته باشه، در حالی که بلافاصله بعد از ترور ایشون دولت جمهوری اسلامی ایران انگشت اتهام رو متوجه اسرائیل و آمریکا کرد. این برمیگرده به خصومت ذاتی که بین جمهوری اسلامی ایران و این دو کشور و سایر کشورهای اروپایی وجود داره که در نتیجه هر آنچه که در ایران بگذره به طور قطع دست خارجی ها در اون دیده میشه. این که جمهوری اسلامی ایران توان این رو داشته باشه بایستی گفت که خب علاوه بر مسعود جزائری، سردار جزائری، دیگر سپاهیان هم در این مورد اظهار نظر کردن و اعلام کردن که همونطوری که روزنامه کیهان با قدم عایشه حکمت‌مداری اخیرا نوشته، ایران قادر هست که و دسترسی به اسرائیلی ها و هر جایی که لازم باشه در منطقه به خصوص مقابلی به مثل خواهد کرد. حالا بایستی دید که آیا ایران به واقع از چنین توانی برخوردار هست یا نه، و یا اینکه از اهرم‌هایی که در اختیار داره نظیر حزب الله قصد داره استفاده بکنه. در صورتی که ایران در تلافی ترور متخصصان خودش دست به ترور مسئولان اسرائیلی بزنه، این اقدام چه نتایجی رو ممکنه داشته باشه؟ خب نتایج اولیه‌ای که خواهد داشت به طب
این جنگ در تاریکی ادامه پیدا خواهد کرد. اگر که نگاه بکنیم به ترورهایی که در طی دو سه سال گذشته انجام شده، منهای ترور دکتر علی محمدی که جای سال بسیار داره، دیگر ترورها رو می شود به خارج نسبت داد. از یک طرف، از طرف دیگه انفجاری که در پادگان سپاه در ملاک صورت گرفت، اگر اینها همه توسط اسرائیل صورت گرفته باشد، معناش این هست که اسرائیل در حساس ترین نقاط و مراکز نظامی ایران قابلیت نفوذ داره و می شود انتظار داشت که اسرائیل در این جنگ تروری که بین اسرائیل و ایران در جریان هست موفق‌تر خواهد بود. متشکرم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.